به سلام، به 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 شب چطور شما خوبی؟ مرسی، خیلی شب ممنون. خوش، شما خوبید؟ متشکرم. ببخشید اگه دیر اومدم. چند دقیقه دیر اومدم؟ ساعت چنده؟ شما ببخشید، نه شما دیر نیومدید. ما یه ذره توی پیدا اون پایین نمیدونم میبینی که انقدر که همه چی همه فضای مجازی به شکل عجیب و غریب این چند روزه ملتهبه، میدونی، واسه همین کامنت ها زیاد بود. سعی کردم که کامنت نمیتونستم پیدا کنم. من معذرت میخوام از شما. همه چی خوبه؟ خودتون خوبید؟ متشکرم، عالی، خیلی خوب. این گفتگو ظاهرا قرار است که خیلی شفاف، و چون مخاطبایی که تو پیج من هستن و تو پیج شما اغلب کارشناس هستن، این گفتگو یکم از گفتگوهای دیگر متفاوته، چون قرار است که خیلی شفاف و کارشناسانه راجع به موارد مختلف صحبت کنیم، همونطور که با هم قرار گذاشتیم. و اینکه یکی از اتفاقای خوبی که وجود داره اینه که افتخار حضور جناب دکتر ندایی رو داریم در این برنامه، که تحلیل و نظرات ایشون بسیار میتونه کارساز و راهساز برای وضعیت موسیقی ما باشه. قطعا برای من هم افتخار بزرگی هم صحبتی با شما به عنوان یکی از جریانسازترین موزیسین های موسیقی پاپ بعد از انقلاب و همچنین دکتر عزیز که حالا بعد از شما قرار تشریف بیارن. یه با حرفی اجازت بزرگی من میخوام اعتماد داری؟ واقعا به شخص خودت خیلی اعتماد دارم. حتی خب ظاهرتون اصلا نشون نمیده که ظاهرت اصلا نشون نمیده که مثلا نسل اول موسیقی پاپ و اینا مثلا بیشتر 20 ساله و اینا نشون میده، ولی خب اصلا باور نکردنیه که یک فردی با این ظاهر جوان انقدر سابقه کاری داشته باشه. خب اون موقع طفلی بیش نبودیم، ولی خب راجع به همین حرفی که زدی، گفتی که جریان سازا، میخوام بعدم به خودتم بپیچم جلوی خودت. باشه حتما. بهروز، اولین نکته که خیلی حالا بحث جذابی هم میتونه باشه، میخوام در مورد تو به هر حال راوی دوره های مختلف موسیقی در ایران بودی و خیلی از آدم هایی هم که خیلی از هنرمندان خیلی از دوره های مختلف بودی، ناظر بودی، میتونی خیلی خوب در این مورد در واقع قضاوت کنی درباره تاثیر مدیران فرهنگی توی سیر در واقع سلیقه سازی برای مخاطب. حتما بهتر از من میدونی که در دوره های مختلف مدیران مختلفی اومدن در رأس کار، در ارشاد، در دفتر موسیقی، در رأس امور فرهنگی مملکت بودن، از همون دوره اول موسیقی پاپ تا به امروز تجربه های مختلفی رو از سر گذرونده موسیقی در ایران. اما در واقع یک نوع جمع بندی بخوای این موضوع رو بکنی، کدوم دوره رو موفق تر میدونی و کدوم دوره رو فاجعه بارتر و دلایلت، میخوام که خودت در مورد این موضوع صحبت کنی لطفا. قبل هر چیز یه جسارتی بکنم به همه عزیزانی که الان دارن این لایو رو میبینن، از شما میخوام خواهش کنم برای اینکه از موضوعاتمون پرت نشیم، کامنت ها رو لطفا ببندید، بله 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 چون همین الان بس کامنت ها تو دهن منه. بستمشون. بله بله، نه من یادم رفته، خودم میخواستم ببندم یادم رفته. این قلبم دوستان نفرستن که سرعت اینترنت خوب باشه که تصویر آقای صفاریان رو خوب ببینیم. متشکرم، میشنم صحبت هاتون. البته همین بشنویم کافیه، خودمون دیدم داشتیم، زیاد مهم نیست. در مورد اتفاقا حرف خیلی قشنگیه، چیزی که ما بنا بود که بهش بپردازیم، و خیلی وقتا تو رسانه‌های مختلف، تو تلویزیون یا جای دیگه، جایی که خب تلویزیون دیگه تاثیرات خاصی نداره و هر چی حرف توش زدیم به اینجا نرسید، و فکر کنم صدا و سیما که در واقع سیما هم باید بره بشینه کنار همون صدا که رادیو باشه دیگه، تاثیراتش فکر میکنم اتفاقی نمیشه، صدای ما به هیچ جا نرسی، بلکه اصلا پیجای خودمون حرفایی بزنیم که به نتایج خوبی برسه و از بزرگانی مثل دکتر ندایی هم بیان به یاری ما، بلکه بتونیم حرفمون رو در واقع به کرسی بشونیم. خب این یکی از دغدغه های من از شما گاهی سوال میکنم، اینکه موسیقی در دوران های قدیم، در مثلا چند دوره قبل تر، خب نتیجه مدیریتی که بعضی از آدم ها در اون زمان داشتن برای پرورش فکر و استعداد و در واقع استفاده از یه سری استعداد و تلنت ها و بروز دادنش به جامعه، اون موقع چه کسانی در واقع خروجیشون شدن؟ حالا فرض کنیم برگردیم به 30 سال عقبتر، 40 سال عقبتر، نتایج مدیریتی که در هنر
در فرهنگ اون زمان انجام میشد، در اون مقطع انجام میشد، چه کسانی رو به ما خروجی دادن، چه کسایی موندن از شاعر مثل ایرج جنتی، مثل شاملو، مثل حتی حسین پناهی، حتی اردلان سرفراز، موزیسیان واروژان، آنفرانیک، اریک، دیگه خیلی ها زیادن، یعنی چشم آذرها، ناصر چشم آذر، منوچهر چشم آذر، دیگه آرزومانیان و خیلی کسای دیگه که به لحاظ آهنگسازی، تنظیم و نتایجشون هم که خواننده هایی که همه میشناسن دیگه، حالا تو اون دوره فرق نتایج حالا بعد از اون، مدیریت بعد از اون، حالا مثلا یه نصف بعد از اونا که میشیم ما و مثلا خواننده هایی که تو دوره ما شروع کردن سال هم 76-7 و اینا، که خب ما هم نگاهمون به دست آدم هایی مثل نصف قبلترمون بود که کارای این شکلی کردن، ما هم تلاشمون رو کردیم که این راه و این سپر رو حفظ بکنیم برای فرهنگ و شعور و احترام به سلیقه مخاطب. اما وضعیتی که مدیریتی که اتفاق افتاد و در کنار مدیریت آدم های دیگه که حالا میخوام بهش حتما اشاره بکنم اومدن چکیده این اتفاق ها، الان تو جواب منو بده چی شد؟ یعنی سوپر استار های اون زمان با سوپر استار ها، سوپر استار ها، نه اینکه باگیم الان ما آدم با استعداد اینجا نداریم و فرانا، داریم. سوپر استار کسی که میاد حمایت میشه و قرار میگه، سوپر استار امروز با سوپر استار دیروز، ببین اون زمان کیو تحویل دادن، این زمان کیو تحویل دادن. الان سوپر استار های الان ها مثلا یکی دو تاشو نام ببر، سوپر استار ها. سوپر استار بخوام بهت بگم، بهنام بانی رو بهت میگم، شماکان بند رو به این سوپر استار به این معنی پرفروش شما دارم بهت میگم، اما اون بخواین در واقع جنبه های اینترتینمنت شما دارم نگاه میکنم، بستگی داره که تعریفت از سوپر استار، شاید تعریف من با شما فرق کنه. سوپر استار کسی که مثلا من... اشاره کنم الان خبرسازترین خواننده هایی که تو اینترنت دیگه راجب دعواهاشون، راجع به بستن پیجشون و اینجور حرفا، سوپر استار امروز کیان مثلا؟ آها متوجه شدم. من قطعا دیگه چون فردی یک شاخص داریم مثلا، خب ببینید برایند این ماجراها، آدم هایی که میدرخشن، تفکراتی که دارن تزریق میکنن به جوانترها، به نسل آیندهشون، چیزهایی که دارن یاد میدن در موسیقی، تأثیراتی که تو موسیقیش میذارن، تو آرتش میذارن، تو حرف زدن میذارن. شما مقایسه کن مثلا با شهریار قمبری، یعنی تو در واقع تتلو رو زایده این نوع مدیریت کنونی میدونی که به این جاها رفته رسیده و اصلا قابل مقایسه نیست که این سیر، قطعا این سیر باعث این اتفاقا شده. خب خیلی حرفای تازه ای هم زده میشه که خب خیلی از دوستای ما مثل محسن رجب‌پور میاد میگن که خب اگر این بچه ها رو خب نباید کشتشون، نباید فلانشون کرد، نباید سانسورشون کرد، مثلا اینا میرن اونجا اینجوری میشه. خب ببینید اگه قرار باشه که هر ناکامی و فشار و ناراحتی که برای یه آرتیست پیش میاد باشه شمشیر رو برداره، هر کاری که دلش میخواد بخواد بکنه، اگه هر آدمی بخواد به یک ناکامی، مگه خیلی از آدمای دیگه دچار ناکامی نشده؟ حتی در همین موسیقی، خب اگه قرار بود میشد که من محسن یگانه بود تایید کنندش، دچار مشکل میشد، نمیاد دیگه که من از چه میدونم از اون مظلوم بازی که پشت دلسوزی مردم قایم بشه، نشد. رفت تایید کنندش خیلی وقت جلوشو گرفت، نمیاد بگه من ممنوع کار شدم، رفت مسئلهشو حل کرد. یا رضا صادقی با حسین خانی دچار مشکل شد، وایس دنیا رو در خیلی از کنسرتاش نخوند، وایساد باش. بعد ارشاد به فریدون آسرایی مثلا 3 سال مجوز نداد تا آلبوم آهای خوشگل عاشق شد و سعی نکرد که اینجا، خب سعی کرد مسئلهش رو حل بکنه. من نمیخوام مدیریت اینجا و سیستم مدیریتی موسیقی اینجا که داره ممیزی میکنه هر چیزی میکنه تایید بکنم، ولی میخوام بگم که اگه قرار باشه هر کسی دچار ناکامی بشه، اینجا حرفات میخواد زده بشه، بره مثلا یه شمشیری بکشه اون طرف و دیگه هر چی دلش میخواد بخواد بگه، این جواب درست، این توجیه درست نیست. بگیم که اگر مجوز ندیم میرن مثلا این کارو میکنن، نه، این اصلا ریشه در چیز دیگری داره، این یه چیز دیگه ایه. و میخوام بگم که نه، من معتقدم که بعضی از سبکای موسیقی، شاید البته از حرفمون بیراهه نریم، اینو پرانتز باز میکنم برگردیم دوباره به نقطه اول، بعضی از سبکای موسیقی مثلا مثل رپ، که در واقع من خودم نفر اول در ایران آلبوم اسکلانس رو بنده کار کردم با شاهکار بینش بچه، با شاهکار بینش بچه،
البته من سعی کردم که رپ کار نکنم، چون من رپو به تنهایی علاقه بهش ندارم، به دلیل اینکه موزیکال نیست. من سعی کردم یک چیزی، یه تلفیقی از سول و رپ درست کنم، یعنی موزیکالش کنم در واقع، و این کارم کردم. و حالا تو اون مقطع اومدی، میخوام بگم که من پس مشکلی با ماهیت این موضوع ندارم، اما چیزی که به عنوان رپ یا موسیقی امروزی که جوانها دوست دارن این موسیقی رو گوش بدن وجود داره، و خیلی وقتا آقای مثلا رجب‌پور دفاع از این موضوع میکنه که این تکست با لایو شما رو من دیدم اون شب، این تکست مثلا خیلی چه اشکالی داره، اینم باشه و فلان. نه، من هیچ ایرادی نمیبینم که اینجوری باشه، اما موضوع اینه که اگر ما بخوایم یک کسی رو که تمام جذابیتش به اینه که اوریان ببیننش و تمام مخاطباش رو بر اساس اون جذب کرده، خب جالبه، برای خیلی ها جالبه، اصلا اشکالی هم نداره. اون آدمه جالب بودنش به اینه که اوریان ببیننش، و اگر قرار باشه یه دفعه بیاد یه لباسی تنش بکنه، دیگه اون نیست، دیگه اون اتفاقا، اون دیگه چیز دیگه دیده نمیشه. چیزی که مردم دوست دارن ببینن و بشنون از اون آدمه اونه. پس اگر بخوای لباس تنش بکنی، فقط میشه جنبه یک درآمد، که خب یه لباسی تنش میکنه، مردم هم شاید یک بار دو بار برن مثلا فقط به خاطر اینکه این آدمو قبلا اوریان دیدن، یه بارم برن با لباس ببینن چه شکلیه، میرن این کارو میکنن، یه مخاطب اولیه خواهد داشت. اما به طور کل من فکر میکنم که پایه و اساس این که از ریشه چی شد که اصلا این تفکرات به این شکل رفت، ما سال 76 هفت که شروع شد موسیقیمون، خبری از این اتفاقهای این شکلی نه در موسیقی نه در بود کلامش وجود نداشت تا سال 85 6 7 که یواش یواش فضاهایی وارد شد که اونم دلایل مدیریتی داره، دلیل چیزای دیگه ای داره که این اتفاق داره میافته. و من فکر میکنم تنها مدیران و متولی های اصلی، تهیه کننده ها، اینا مقصرای اصلی هن، و کسانی که موسیقی رو صرفاً دارن صنعتی نگاه بهش میکنن و میخوان یه بهره‌برداری صرفاً، حالا هر چی، اگه آدم رو اوریان نشونش بدن پول بیشتر در بیاد نشونش میدن، و اصلا نه به فرهنگ نه به تفکر، نه اینکه چه بینشی میخواد جامعه پیدا کنه، چه بچه‌ای که امروز میخواد این تکست ها رو گوش بده حفظ بشه. بابا همه جای دنیا یه سری شبکه ها رو ممنوع میکنن برای بعضیا، یه سری دسترسی ها رو به یه امکاناتی برای یه سن و سالی محدود میکنن، حتما نمیذارن که یه اتفاق، همه جای دنیا ممیزی هایی وجود داره که به هر حال بهش میپردازن. حالا میخوایی فکر میکنی که توی این دوره های مختلف موسیقی در ایران به روز دوره ای که موفق ترین خروجی ها رو خودش داشته، خواهم در مورد موفق ترین دوره موسیقی در ایران بعد از انقلاب صحبت کنی، چون به هر حال تسلط کامل داری روی این حوزه، از همون ابتداش و همین الانش همه چیز رو رصد کردی و بارها و بارها حالا توی گفتگوهای مختلف ازت به عنوان یکی از جریان سازترین های موسیقی در ایران در واقع یاد شده، با یک عالم رزومه جذاب از همکاری با شادمهر و فریدی ماسرایی و و و و تا بیا این بالا. میخوام موفق ترین دوره رو به نظر خودت در همه این سالهای موسیقی کدوم دوره میدونی و چرا؟ دلایلت رو هم و تحلیلت رو هم از اون دوره بهمون بگو. گفتی موسیقی بعد از انقلاب؟ بله بله بله. خب موفق ترین، ببین باید اینا رو تقسیم بندی بکنی، موفق ترین به لحاظ درآمد بخوای حساب بکنی همین الانه، ولی موفق ترین به دید من و به لحاظ بعد محتوا و اینکه نسبت به امکانات اون زمان، خب امکانات خیلی متفاوت بوده، و اینکه طرز فکر هنرمندا بیشتر به آرت پرداخته میشد و اینا، من عرض میکنم، من فکر میکنم دقیقا زمان تولد موسیقی پاپ هم سال 76 هفت، زمانی که خشایار اعتمادی و ما با بچه های دیگه، با احمد اصفهانی و کسانی دیگه ورود به این موضوع کردیم، علیرضا عصار ورود کرد به این موضوع، یعنی ما ساختار موسیقایی رو کاملا در مارکت پاپ می دیدیم، یعنی اینکه موزیکال بودن، اینکه موزیکالیته داشتن، اینکه به مردم احترام گذاشته بشه به لحاظ اینکه ذره به ذره موسیقی ها بهش فکر می شد، تو استودیو وقت گذاشته می شد، و اینکه مخاطب معذرت میخوام کم شعور فرض نمیشد اون موقع، و اهداف حالا به هر حال اونجا، من اون دوره رو یک تولد و یک دوره درخشان میدونم،
حالا شاید مثلا تکنولوژی اون موقع در استودیوها و خیلی چیزای دیگه اینجوری نبود که بخوام بگیم کیفیت آثار مثلا به اون اندازه ای که باید مثلا باشه نبوده و اینا. چرا به نظر من خیلی از آهنگایی که همون موقع هم انجام شده هنوز هم انقدر لذت بخش گوش دادنش، چون آرت توش داره، موسیقی داره، اینسترومنت داره و اتفاقای خوبی توش افتاده. و این معنی نیست که الانم استثنا اتفاق نمیفته، ولی الان استثنا اتفاق میفته. من اون دوره رو میدونم و رفته رفته با یک شیب خیلی این همیشه من ازش در میارم، یه شیبه اینجوری بعد یهو اینجوری بعد یهو اینجوری به سمت سقوط رفت و کسانی که این کاره بودن کنار کشیدن به خاطر اینکه گفتن و وضعیت رو نگاه کن چیکار کنیم مثلا ما اینجا. بعضی هم که خب اصلا توانایی کار کردن مارکتینگ رو نداشتن، دوست نداشتن تم بدن به خیلی از اینجور چیزا. و عملا میشه گفت فضای موسیقی از آدم های این کاره به شدت خالی شد و به لوب چیدن و به دیجی استایل بودن موسیقی ها و یواش یواش به بدون اوورتور ساختن موسیقی ها و دیگه یا اکامپانیمنت معمولی گذاشتن و جمع کردن کار منتهی شد. در صورتی که ما اون زمان تمام سعیمون رو آدم مثل فؤاد عجزی، مثل بچه های دیگه که دکتر چراغعلی یا فردین خلعتوری، همه اینا به هر احساس میکردن که باید بهترین کار رو برای مخاطر انجام بدن برای اینکه گوششون بهشون خیانت نشه. بهروز اینو چقدر این رو در واقع میتونی توی جغرافیای جهان همسان پنداریش کنیم؟ یعنی اون دوره‌ای که داری ازش حرف میزنی که به هر حال دوره درخشان موسیقی پاپ ایران بود، همون اوایلش، شاید 10 سال اولش، اما به مرور از محتوا محور بودن به سمت اینترتینمنت، به سمت سرگرمی ساز بودن رفته جریان موسیقی در ایران. حالا شاید این رو بتونید به هم الان جواب من رو بدید که خب این در همه جای دنیا این روال وجود داشته که خب به تبع از بیتلز و چه میدونم ایکس و گری و پینک فلوید رسیده به جاستین بیبر و این فضا. بیا نریم به سمت جهان، چون ببین جهان خیلی چیزای دیگه توش اتفاق داره میفته، اون وقت زیاد منطبق با وضعیت ما نیست. بعد یه سری چیزاش اون وقت نمیخوره با هم، نمیشه با هم دیگه چیزش کرد. ما یه مثال کوچیکی که وقتا موسیقی جهان ممکنه بتونیم بزنیم، ولی الان وضعیت خودمون اگه تو خودمون بگردیم دنبال مشکلات خیلی بهتره تا اینکه بگردیم تو اتفاقی که چرا در جهان این شکلی شده بعد ما هم احتمالا دنبال اون رفتیم. این شکلی نگاه بکنیم به نظرم خیلی جذابتره. و من یکی اصلا راه دور بخوایم نریم، با من میشه راحت باش حرف بزنیم دیگه. بله بله بفرمایید، حتما حتما. ناراحت که نمیشه دست من که خدای نکنه. اصلا اصلا ببین یکی از اتفاقها، آفتهایی که به موسیقی زده، اگه بخوام راه دور نریم فارغ از تهیه کننده ها و تفکراتی که به موسیقی موزیسین ها و خواننده ها تزریق میکردن که اینجوری باشید اونجوری باشید، ولی یکی از تأثیرگذارترین اقشاری که میتونستن جهت رو عوض بکنن و خیلی کمک بکنن به این وضعیت آگاه سازی و اینکه سلایق رو به یه سمتی سوق بدن و حرکت بدن، یکی از این آفت ها شاید آدمی مثل شخص خود شماست. و یعنی ژورنالیستای مثل تو، چون تو آدمی هستی و خیلی از آدمایی که حالا در دورهای مختلف دیدم تو رو مثال میزنم، یکی از آدمایی بودی که در دوره ما بودی و آدمای جهتداری هستید، آدمایی هستین که هر جایی که به نفعتون باشه اون حرکت رو انجام میدید، هر جایی که فکر میکنید که براتون بیشتر منفعت داره اونجا رو تعریف میکنید ازش. مثلا یه آلبوم مثل آلبوم بیخوابی سعید چهرروز رو ازش تعریف نمی‌کنی، ولی اگر علی‌رغم اینکه یه آلبوم حتی ضعیف هم باشه ولی میری تمام تلاشت رو می‌کنی اگه برات بصرفه اون آدمو پروموت می‌کنی. ولی تو خلوتت خودت با من خیلی وقتا از همون آلبومی که الان اسم بردم و خیلی از ترک‌هایی که شاید برای محسن چاوشی حتی من کار کردم تعریف کردی، اما جای دیگه جور دیگه عنوانش کردی. شما و خود شخص شما و آدم‌های مثل شما یکی از اتفاق‌های خطرناکی بودن که این جریان رو برد به اون سمت. همین الان شما اگه تو پیج خودت بری، من قبل اینکه بیام اینجا داشتم سرچ می‌کردم، رفتم تو پیج شما سرچ کردم، رفتم چند تا واژه رو نگاه کردم، می‌خوام به رسالت حرفه‌ای خود شما و همکارای دیگه‌تون اشاره بکنم. واژه‌ای مثلا به نام شجریان،
باجه مجوز، ارکستر، ارکستراسیون، راک، هر کدوم از اینا رو اگر بری سرچ بکنی در پیج شما 60 تا 70 تا 90 تا مثلا آقای شجریان مثلا اینجوری ارکستر یه چیزی که برای راجبی صحبت بشه، راک مثلا صحبت بشه، اینها مثلا از دید صد تا همش اتفاق میفته. ولی کافیه که شما بری مثلا از آدمی که باش حالا به دلایلی به نفعته که داری کار میکنی که مثلا محسن چاوشی باشه که رفیق جفتمون هم هست، اگه این اسمو سرچ بکنی حداقل 3 برابر آقای شجریان ریت میاد براش در پیج. یه صفحه شخصی منه دیگه، طبیعتا باید علاقه شخصی من اونجا باشه، رسانه رسمی زمان میتونی شما شخصی نگاه بکنی به قضیه که اسم خودتو ژورنالیست نذار، یه صفحه شخصی درست بکنی بگین صفحه شخصی منه و ژورنالیستم نیستم، اینم رفیقام من میخوام نظرمو بدن. ولی شما در اون جایگاه یک وظایفی، یک سری کارها رو باید انجام بدی، خطایی رو، این رسالت و وجدان کاری یک ژورنالیسته که اگر شما داشته باشی باید از آدمهایی که این کارن راستشو بگی، تعریف بکنی، از آلبوم بیخوابی سعید چهرروز هم تعریف بکنی، چرا که در خلوتت با من تعریف کردی. غیر از اینه آلبوم بسیار بسیار عالی و جذابی بود. خب اون دوره به هر حال شبکه‌های اجتماعی نبوده. چرا من مصاحبه کردم با سعید چهرروز توی 3 مجله کجا بود؟ میدونی دارم به چی اشاره میکنم؟ به چیزی اشاره دارم میکنم که یعنی ساپورتش کنی این اتفاق بیفته. و خیلی های دیگه اینو من دارم اینو مثال میزنم به خاطر اینکه اون تو ذهن ندارم، فقط اونو میام چون قبلا هم راجع بهش صحبت کردیم، اون تایید خودت رو شنیدم، دارم اینو میگم. من احساس میکنم آدم ها دو بچه دارن، همیشه دو بچه دارن، یک بچه در واقع شخصیت حقیقیشونه، یک بچه شخصیت حقوقیشونه یا شخصیت کاریشونه. شخصیت کاری یک روالی که به تو تو بر اساس اولویت بندی ها، یک نیاز جامعه، سطح سلیقه مخاطب، اینا رو در نظر میگیری و بر اساس تمام این موضوع. مثلا وقتی آلبوم آهای خوشگل عاشق اومده بود، من قشنگ یادمه هر جایی که ما میرفتیم در تمام کافی شاپ ها، تمام سفره خونه ها آلبوم پخش میشد. ما یک پرونده 8 صفحه‌ای برای این آلبوم کار کردیم. من قشنگ یادمه که ناچار بودید کار کنید، چون یه چیزی که دیگه سوپر مگا هیت میشه دیگه ناچارید این کارو بکنید. ولی من میخوام جواب تو بدم، این که میگی که مثلا بر اساس علاقه، واقعا خب تو هم باید، البته که آلبوم سعید شهرروز یکی از بهترین، یعنی خیلی خیلی یکی از بهترین از آلبوم هاست. ژورنالیست هم یک فضای شخصی دارن، من در خلوت خودم طبیعتا حتما اون کار دو صدای شما با فریدون رو گوش میکنم، حتما محسن چاوشی گوش میکنم، حتما شادمهر گوش میکنم و حتما خیلی های دیگری رو هم گوش میکنم. طبیعتا این علاقه شخصیم رو دوست دارم با دوستانم به اشتراک بگذارم و اینی که به اشتراک بگذاری این نیست که حتما از اون شخصیت حقوقیه به قضیه نگاه کنی، یک فضای شخصیه. حالا در فضای حقوقی هم در فضای کاری هم تمام آلبوم ها افراد برای ما در تمام دورانی که کار کردیم محترم بوده. حتما یادمه با خودتو توی استودیوی محسن داشتیم مصاحبه می‌کردیم در مورد سنتوری، چقدر تو در مورد اون پکیج، در مورد آقای کامکار خوب حرف زدی، جذاب بود. منظورم اینه که همه بخش های موسیقی در دوره های مختلف رو همه با هم رصد کردیم، به یک نتیجه گیری خوب هم در موردش رسیدیم. نمیدونم چرا موافقه به حرف من. من هنوز سر موضع خودم هستم و فکر میکنم که شما و خیلی از همکاراتون خیانت بزرگی در حق موسیقی کردید و شاید در حوزه سینما هم همین کار رو دارم میکنم و ارزش رو نمیدونم، ورزش میکنم ولی مطالعهش نمیکنم، اونا رو خیلی اطلاع، ولی میدونم که اینو مطمئنم که آدم های مثل شما و علی بحرینی که رفیق هم الان در دوره خودش و یه آقای دیگه هم بود قبلا نمیدونم فاطمی هم چیزی، یکی از شما جز خائن ترین آدم هایی بودین که در حق موسیقی این کار کردید و ازتون میخوام که اینا رو دیگه گفتیم آنست باشین دیگه، شما این کار کردید و خیلی سایده جهتدار رفتار میکنن، سایت هایی که جهتدار رفتار میکنن و همه هم میدونن، یه سری از آدم ها که بیشتر به نفعشون اونجور رفتار میکنن، حالا بعضی هم میگن رادیو جوان، بعضی میگن موزیک ما، من همه رو دارم میگم. خیلی از سایت ها تقریبا 99.9%ش دارن جهتدار رفتار میکنن، یا به لحاظ منافع مالی یا منافع رفاقتی که دارن جور دیگه رفتار میشه. این به لحاظ حرفه‌ای خوب نیست که شما
اگر ژورنالیستی و اگر حرفه‌گری و اون وجدان ژورنالیستی در شما وجود داشته باشه، شما باید راجع به ارکستر، راجع به ارکستراسیون سمفونیک، راجع به همه اینا در پیج حداقل بیشتر از یه دونه از خواننده‌هایی که شما ازش منتفع میشی به هر لحاظی باید کامنت باشه، باید صحبت شده باشه. و حالا اگه بخوام زیاد به این گیر ندیم و من خیلی مشتاقم زیاد دکتر ندایی رو منتظر نذارید. آره رد بشیم حتما بریم سر موضوعات دیگه مون، کلی موضوع مونده هنوز. میخوام در مورد در واقع ماجراهای نظارتی توی موسیقی و سینما همزمان صحبت کنیم. اینی که سینما در ایران به هر حال خیلی سال پیش راهش رو تونست پیدا کنه، مخاطبش رو پیدا کنه، اون گستردگی که در جامعه ایرانی قرار بود بهش برسه رو رسید، حتی به جایزه ها جشنواره های جهانی تونست برسه و اتفاقات ویژه‌ای در واقع در حوزه سینما برای ایران، ایرانی ها، هنرمندای ایرانی افتاد، چه داخل چه خارج از کشور. اما این اتفاق هرگز در حوزه موسیقی برای ایران نیفتاده. ما اونقدری که آرتیست سینمایی در مقیاس و در کاراکتر جهانی داریم، هرگز نمونه های مشابهش رو در حوزه موسیقی نداشته و نداریم. آیا این سیستم نظارتی، سیستم سانسور، سیستم مجوز دادن، شوراهای شعر و موسیقی که قرار سلیقه سازی کنه برای مخاطب، اینها رو چقدر دلیل بر عدم بزرگ شدن موسیقی ایران در جهان میدونه؟ خب اینم در واقع ربط میده، یعنی به همون صحبتایی که داریم میکنیم منتهی میشه. و من یه صحبت دیگه از حرفای تو دریافت کردم، یه چیز دیگه، منظور دیگه رو گرفتم و فکر میکنم بحث خیلی جذابی بشه. من موافق نیستم که ما در موسیقی مثلا در جهان نتونستیم حرکتهایی انجام بدیم، در فستیوال ها مثل سینما و حرفا. به علاوه این که خدمت شما عرض کنم که موسیقی 20 سال استوب بود در ایران، موسیقی پاپ کنسل بود کاملا. ولی مثلا یه کسی که مهاجرت کرد مثل آرمیک گیتار میزنه، برای خیلی از کارهای قدیمی هم گیتار، اون آدم به کمپانی خارجی کار کرد، وجهه جهانی پیدا کرد. آقای اردشیر فرح همینطور و خیلی دیگه که اومدن با لیبل خارجی کار کردن. امروز آقای کلهور رو میبینیم این اتفاق میفته. یعنی اینجوری نیست که موسیقی ما نداشته باشه، اما این حمایت از سمت مدیران اینجا بشه و کمکی بشه و فلان، نه این اصلا این اتفاق نیفتاده. الان میخوام به یه چیز مهمی الان برسیم، اشاره کنم دقیقا چرا این اتفاق افتاده، چرا نشده. اینکه خب خیلی از بودجه هایی که باید برای موسیقی هم استفاده می شد و صرف می شد در زمینه ورزش و فوتبال و نمیدونم فیلم های سینمایی که به نظرم فقط سکانس های مختلف، جذاب ترین سکانس هایی که وجود داره، فقط میرن توی ذهنیت های روابط جنسی ذهنی ایجاد میکنه. یعنی جذاب ترین قسمت های مثلا سکانس های سینمایی الان اینه و هزینه های میلیاردی رو اونا میشه، در صورتی که روی پروژه موسیقی اینجوری نمیشه. برای یک استودیوی خوب، برای یک پروژه که مثلا برای اصلا ایران قرار کار شه، برای ارزش های ایران قرار کار شه، برای خیلی از مسائل ارزشی دیگه میخواد کار شه، این بودجه شاد گرفته میشه، ولی تو موسیقی خرج نمیشه. مثلا یه استودیوی تجهیز میشه به نام استودیو بل، یه بودجه میاد اونجا ولی هیچ خروجی ازش بیرون نمیاد، کلی تجهیزات میخرن معلوم نیست اصلا چی میشه، یه جور میذارنش به عنوان میز اون گوشه ازش استفاده میکنن، در صورتی که باید اینا هدفمند باشه و این هزینه ها معلوم نیست از کجا میره. و اینکه یه تبعیض خیلی بزرگی که منو به شدت اذیت میکنه و خیلی مدتیه که راجبش هم صحبت میکنم و صدامون هم به جایی نمیرسه که امیدوارم اینجا برسه، اونم اینه که ببین بعضی چیزا اگر بده که بده، اگر خوبه که خوبه دیگه، برای ما هم باشه دیگه. اگر برای مثلا رقصیدن با موسیقی بده، چرا تو سینما و حتی تو تلویزیون، الان دیگه کار به تلویزیون هم کشیده دیگه، تو سریال پایتخت و اونجا دیگه من که البته نگاه نمی‌کنم ولی جسته گریخته چیزایی می‌بینم، چرا اونجا نشون میدن؟ چرا تو سینما سازم نشون میدن؟ چرا تو فیلم آقای مطرب مثلا فلانی آقا میاد با یه خانوم خارجی کنار همدیگه وای میستن و میخونه، صدای زنم پخش میشه با یک بازیگر ما کنار همدیگه در سینما پخش هم میشه؟ نمیگم چرا، ای والله که انجام شده، دمشون گرم که همچین
آزادی و فضایی رو مهیا کردن که مردم اون لذت ببرن. ولی چرا برای موسیقی اتفاق نمی؟ چرا ما هنوز اندرخم یک کوچه این که بعضی از واژه ها رو حتی الان هنوز ممنوعه، که الان معروف ترینش که الان همه میگن، مثلا میگن آغوش مثلا ممنوعه، که الان همش هم جنجال راجبه و خیلی چند تا واژه دیگه هم هست. بعضی از واژه ها ممنوعه. بعد کلیپ میخوایم بسازیم، کلیپ میسازیم دیگه، کالای تبلیغاتی یک موسیقی ویدیو کلیپشه دیگه. این ویدیو کلیپ چرا رسانه نداره؟ چرا رسانه رسمی نداره؟ چرا صدا و سیما مگه رسانه ملی ما نیست؟ مگه از من مالیات گرفته نمیشه بابت خیلی چیزا؟ این رسانه ملی مال منه، مال من هنرمندیه که دارم این همه سال کار میکنم، کارهای ارزشی کردم، کارهای همه جور کردم، پاشم وایستادم، خیلی از کارهام انجام دادم. چرا برای آدمی مثل من که حق دارم خیلی از کارها رو توش انجام بدم، من نوعی رو میگم، چرا بچه های ما ویدیو میسازن باید با سختی و دور زدن و بدبختی و مجوز علکی بگیرن، بعدم بگن یواشکی یه جا پخش شد مثلا، یا مثلا ممانعت هایی که به لحاظ یه سری چیزا تو تصویر وجود داره، در صورتی که تو سینما آقا میرن خارج کشور چند تا مدل خانوم هم میارن کنارشون با هم دیگه فیلم بازی میکنن، خیلی هم راحت، هزار تا دیالوگی که نشانه های روابط جنسی پنهانیه که در ذهن ایجاد میشه که خیلی هم اتفاقا جذابتر احتمالاً، اونها رو ایجاد میکنن. مسکه تو خیلی دوست داری اینجوری زیاد میبینی میخوام اینو بپرسم که اینو چقدر در واقع فکر میکنی که شاید یه بخشی از اینم اینه که اهالی موسیقی شاید نخواستن شما هاست، شاید هیچ وقت اون یک بارچگی که در من همیشه این جمله رو در مصاحبه های مختلف تکرار میکنم، هیچ وقت جواب درستی نمیگیرم، این که اهالی موسیقی هیچ وقت یک هزارم اهالی سینما اتحاد رو ندارن. میدونی چرا؟ چون همه در پی حالا حرفی که به من زدی رو به خودت برمیگردن، همه در فکر انتفاع شخصی خودشون هستن. یعنی هر تنظیم کننده میگه اوکی خواننده من فقط به کنسرت برسه، من پول در بیارم، من میلیارد ون دارم، اما مهم نیست سالن رو میخواد ببره بالا، از قیمت مجوز میخواد بره بالا، اماکن میخواد بره بالا. هیچ وقت الان شما یک نمونه موسیقی رو به من بگو که به نتیجه رسیده باشه، یک دونه نمونه نمیتونی به من بگی؟ قسمت اول حرفتو قبول دارم، قسمت اولش، فقط جایی که اتحاد نداره، اوکی؟ ولی این صحبت که داری میکنی که تنظیم کننده یا موزیسین فقط خواننده‌اش به استیج برسه، این مال امروزه، مال چند سال اخیر، دو سه سال اخیره که تو خواننده ها و هنگتازه با هم دیگه جوین شدن و یه اتفاقایی داره میفته، شریکن و یه دیرن جو. این قبلا این اتفاقا نبود که آهنگساز بگه من خواننده من روستش برام پول داشته باشه. برای آهنگساز اصلا پولی نداشته، برای کسایی که در دوره ما کار میکردن پولی وجود نداشت، یه دونه دستمزد میگرفت و کارو انجام میداد، خواننده در میومد. ولی یه چیز مهم، قسمت بعدیش، اتهام شما رو من جا خالی میدم بخوره به خواننده هایی که حرفاشون میتونه رسمیت و سندیت و تاثیرگذاری زیادی داشته باشه، و متاسفانه ما یک خواننده ای نداریم که محافظه کار نباشه و کمی به منافع دیگه هم فکر کنه، به منافع دیگران هم فکر کنه، نه فقط به جیبش، بیاد زمانی که در اوجه و حرفش برو داره، تاثیرگذاری داره، بیاد حرف بزنه. محمد اسماعیلی در اوجی که بود باید میومد حرف میزد، احسان خواجه امیری باید این حرف رو بزنه، باید این اتحاد رو، باید این چیزها رو بخوان. ولی فقط به این شاید فکر بکنن این خواننده ها که الان چرا من خودم رو ضایع کنم، بیام این چیزو بگم که چی، حالا من فعلا که داره میره کنسرتامو بدم، پولمو بگیرم و خدافظ. نه نه، این گردش تفکر حداکثری هم شده دیگه، تبدیل به تفکر حداکثری شده. دارم بهت میگم یک نمونه، شاید الان این چند وقت اخیر فقط مهدی یراحیه که واقعا روی اون در واقع چیزایی که میگفته وایساده، یعنی به جز مهدی یراحی یه جاهایی رضا صادقی، ولی هیچ نمونه مشابهی شاید حالا باز من بگم محسن چاوشی الان دوباره میبینی که نه آقای محسن، ولی این چند نفر خیلی محدود، واقعا هیچ کس دیگه ای رو من ندیدم رو حرفشون وایسن برای یک سری در واقع یک سری منافع مشترک در حوزه موسیقی. منافع مشترک، منافع همه هم توش باشه، نه منافع شخصی صرفا. این که خیلی از آدم ها حالا بعضی وقتا هم اشتباه گرفته میشه، حالا بچه هایی که اسم بردی همشون خیلی خفن و دوست داشتنی هستن، ولی این که یه سری حرفا برای این که جذابیت ایجاد بشه، برای این که توجه جلب بشه زده میشه، اینا یه نگاه متفاوتیه. این چیزی که من ازش صحبت میکنم فراتر از این حرف هاست، اقداماتیه که
خیلی سریع و راحت میشه انجام داد بدون اینکه کسی رو بخوان دچار ممنوعیت بکنن. اصلا وقتی پاشم کنار هم دیگه ما همه پشت هم قرار میگیریم، ولی وقتی مسئله شخصی میشه، مسئله به یک قطعه و یک تفکر خاص منتهی میشه، خب یه ذره بسته میشه قضیه. ولی کسی بیاد، من نمیشناسم کسی اومده باشه درخواست کرده باشه، یه آدم سوپر استار، من موزیسین هنوز زورشون شاید نرسه با هم دیگه بیان این کارو انجام بدن، کسی که مشهوره، سلبریتیه، اون میتونه بیاد حرف بزنه، جرأت بکنه، جسارت رو داشته باشه بیاد بگه که چرا در موسیقی رسانه‌ای نداریم، چرا به من جواب بدید، چرا رسانه نده، چرا این واژه ها باید کنسل بشه، چرا من نباید مثل سینما یه سری کارا رو بتونم انجام بدم. ولی هیچ کس این کارو انجام نمیده. اما بعضیا هستن مثل حالا بعضی از موزیسیانایی که من دیدم، بعضی وقت با موزیک ما چند تا گفتگو کردن، شروع کردن به اعتراض های خیلی تند. خب اون آدمه چرا زمانی که کنسرت های خوب داشت میداد، میخوام به فواد اجازی اشاره کنم، سوال همینه دقیقاً. آفرین آفرین، سوال دقیقاً همینه. کنسرت های بزرگ رو میدادن، کنسرت های موفق رو میدادن، چرا اون زمان این حرف رو مطرح نمیشد، چرا اون زمان خیلی چیزا عنوان نمیشد، اون موقع که تاثیرگذاری داشتن، اون موقع که میتونستن خیلی چیزا رو عوض بکنن، چرا به خاطر اینکه کنسرت ها به خاطر نیفته؟ ما همچین آدم هایی نیاز داریم که بتونن جریان رو ببرن به یه سمتی که همه جمع بشن، تفکراشون یکی کنن، این اتحاده که شما داریم میگی صورت بگیره، بعد هم این که یک رسانه موسیقی ایجاد شه، اتفاقی بیفته. چون هیچ دلیلی فکر نمی کنم مسئولین یا خیلی از کسانی که مقامات بالا، وزیر ارشاد، هیچ کدوم فکر نمی کنم اصلا دلیلی داشته باشن برای این که اصلا بخوام بگن موسیقی و ساز نشون دادن رده. تو برنامه مهران مدیری یه دفعه نشون میدن شب سال تحویل، من خودم تا حالا چند بار کنسرت زنده تو شبکه یک سه فلان خودم ساز زدم مثلا بخش، پس چرا اون یه بارو چرا نشون میدن، پس چرا دیگه نشون نمیدین؟ اگه چیز فاجعه ایه، ببین به مثلا فیلم پورن چیز فاجعه ایه، درسته؟ اون یک بارم نمیشه نشونش داد. بله، ولی ساز پس چیز فاجعه ای نیست. اگر یک بار نشون میدی، ده بار نشون دادی، در عیدها، در زمان انتخابات، در خیلی موقعی دیگه نشونش دادی، بقیه مواقع هم میتونی نشونش بدی. پس اگر کسی بره پاش وایسه، اتفاق میتونه بیفته. و سینما بسیار بریز به پاش های اضافه کاری داره که یک هزارم اون، یک صدم اون، حالا خیلی دیگه بخوام خوشبینانه بگیم، اگر بیاد در موسیقی متمرکز بشه، رسانه‌ای برای موسیقی درست بشه، موسیقی ایران میتونه در جهان منفجر بشه. همینطور که الان خیلی از بچه‌های ما شاید خیلی ها نشناسن، آدمایی که دارن اصلا با خواننده‌های خارجی کار میکنن، با آدمی مثل تیلور سویفت داره کار میکنه، اون آدم خیلی ایرانی هن، آدمی مثل که موزیک فیلم داره کار میکنه، آقای رامین جوادی و اینا. بله ما استعدادایی داشتیم، حالا رفتن یه جور دیگه دارن موفق میشه. نه ما توانایی اینو داریم قطعا، چه در موسیقی پاپ چه در حوزه‌های مختلف، میتونیم به شدت موسیقی رو اینترنشنال بکنیم. خیلی از سینما جلوتر به دلیل اینکه محتوای سینمای جهان به لحاظ مفهومی، حتی سینمای امریکا هم، تازه هالیوود هم نمیگم، سینمای اینترنشنال رو میگم، سینمای مثل فیلم پاراسایت، مثل فیلم همین جدید پلتفرم که اومده، محتوا به شدت داره رشد میکنه دوباره در جهان و داره اتفاقای خوبی توش میفته. توی بحث کوالیتی، کیفیت از صداگذاری، ما هنوز تو سینما صداگذاریات دیستورتن، هنوز خیلی مشکلات فیلم برداری و نمیدونم کالر کارکشن و اینجور چیزا وجود داره که توی اتاق میشینه میزه، ولی تو موسیقی اینجوری نیست. موسیقی بچه‌هایی که الان دارن توی با بودجه های خصوصیشون توی خونه هاشون لوازم جمع کردن دارن کار میکنن، با استانداردهایی دارن کار میکنن که الان خانم بیانسه مثلا داره همونجوری کار میکنه. اگر اتفاق اون شکلی نمیفته، شاید عدم تجربه یا امکانات، حالا به هر حال ارتباطیه که با آرتیست‌های دیگه باید داشته باشن و کارهای بهتر یاد بگیرن. بهروز، با توجه به اینکه دکتر در واقع دکتر رو هم وارد بحث کنیم، من لایو رو در واقع سیو میکنم و بعد مجدد برمیگردم، دو تا سوال آخرم رو ازت میپرسم، میخوام که ازت خواهش کنم کوتاه جوابشون بدیم. یه نگاهی هست به بهروز صفاریان مبنی بر اینکه بهروز صفاریان در موسیقی ایران مثل علی کریمی توی فوتباله. علی کریمی علی کریمی بازیکنی بسیار با استانداردهای جهانی، بسیار بسیار پتانسیل بالایی داشت در دوران اوج خودش، اما
شاید از یه جایی به بعد احساس کرد که همه موفقیت های ممکن رو رفته و تجربه کرده و دیگه اشباه شد. این مثال به صورت مشخص و خیلی خیلی نزدیک در مورد تو هم صدق میکنه. تو در یه دوره تقریبا تمام آرتیست های درجه یک موسیقی در ایران رو، مهمترین آلبوم های پاپ موسیقی بعد از ایران رو حتی تولید کردی، به یه جایی رسیدی که قله رو فتح کردی، اما شاید زودش فاش شدی. این مثال شباهت تو علی کریمی خیلی مثالی بود که میخواستم همیشه از خودت بپرسم چرا بهروز صفاریان از یه جایی به بعد اونقدر اشباع شده شد که دیگه خودش هم خودش رو میخواد فراموش کنه؟ اصلا اینطور نیست، کاملا رد میکنم. اگر میتونی میگی خیلی ها معتقدن که بهروز صفاری مثل علی کریمیه، یه دونه از اون خیلی ها رو واسه من نام ببر که بفهمم فقط عقیده خودت نیست. نه خودم الان خواستم بگم که خودم به این موضوع کاملا چیزم، یعنی ایمان دارم که واقعا تو پتانسیل هایی که داشتی و داری، مثل علی کریمی که رفت توی بایر مونیخ به اوج رسید، میتونستم اونو و خیلی اتفاقای بزرگی در نه پس تعمیمش نده به کسی دیگه، یه عقیده شخص شماست و عقیده بعدی هم نیست، اشکال نداره، دیدگاه دیگه. ولی اینکه شما داریم میگی بقیه خیلی ها معتقدن که تو اینجوری هستی، من تا حالا دفعه اولی بود که الان داشتم میشنیدم این از شما. اما من هیچ وقت انگیزه ها کور نشده، همیشه تقریبا شاید جز معدود آدمایی باشم که از 22 سال پیش که موسیقی درست شده همچنان کار میکنم، خودمو مدرنیزه کردم، خودمو به روز نگه داشتم، آپدیت کردم، اما حالا بعضی وقتا کمتر کار کردم، دلایل خودشو داره که الان در اینجا نمیگنجه بخوایم بپردازیم. اما من هرگز به اون سقفایی که دلم خواسته مملکتم مخاطبامون برسه نرسیدیم و خیلی گله‌مندم از اینکه چرا وضعیت این شکلیه و دارم تمام تلاشمو میکنم با دوستان با تشکلات با لیمیتس کردن اینا وضعیت رو تغییر بدم. و بازم برای مرحله آخر ازت خواهش میکنم، وقتی آدمی مثل من کار میکنه، همکارای دیگه کار خوبی انجام میدن، آدمی مثل تو همکارات رو ازشون بخوام، من عاجزانه خواهش میکنم ازت، واقعا اگر میبینی که میخوای در حق یکی رفاقت بکنی بکن، اشکال نداره، ازش تعریف کن، ولی نه اینکه یکی دیگر رو سرکوب کنی، یه کار خوب سرکوب کنی که یه کار متوسط رو بیاری بالا. مثلا من میرم برای تو دوست مشترکمون کار میکنم، بهترین آثار رو مثلا میام تولید میکنم برای محسن چاوشی، بعد یه دفعه دوچار حملات زیادی از سمت خیلی جای دیگه میشن که توقع داشتم خود شما بیاد راجع به موضوع توضیح بدید که این کارهایی که من کردم چقدر ارزش داره، من چقدر ذره به ذره اینا رو به خاطر شعوری که برای مخاطبم قائل بودم چقدر برایش زحمت کشیدم، که خب انتخاب اسطوره این آدم ها بوده که اومدن فحاشی کردن مثلا به اون کارها یا به من، خب انتخاب اونها بوده، اونها آدم ها خب باید برشون توضیح داده بشه، اونها حتی به انتخاب اسطوره خودشون هم احترام نذاشتن اینجا، و آدمی مثل شما وظیفه داره این موضوع شفاف سازی بکنه. این جریان از آدمی مثل شما، از شماها شروع میشه، چون رسانه ها به هر حال الان بزرگتر شدن، شما الان ارتباطات بیشتری دارید، میتونید خیلی اخبار قشنگی رو به گوش مردم برسونید، موسیقی بهتر نشون بدید، رفاقتتون هم بکنید، پولتون هم در بیارید، هیچ اشکالی هم نداره. من هم همه تلاشمو کردم که علی کریمی نباشم. قطعا تو بدون اغراق میتونیم حتما لفظ اسطوره رو برات برای یکی از برای تو برای موسیقی که ساختی در همه این سالهایی که بودی استفاده کنیم. حتما حرفات قابل احترامه، حتما 100% جمله هایی که میگی از روی دلسوزیته. و به عنوان صحبت پایانی خیلی کوتاه در موردش صحبت کنیم، دکتر رو میخوایم بیاریم بالا، این لایو رو سیو میکنیم، دوباره تکرار میکنم، میخوام به عنوان صحبت پایانی در مورد اتفاقاتی که از پریش از دیشب دیروز تا امروز تمام فضای مجازی رو ملتهب کرده، دو تن از بزرگان موسیقی داخل ایران و خارج از ایران به طرز باور نکردنی حریم های حتی یه جاهایی شاید احترام از بین رفته. حالا شاید شخص خود آقای ایبی زیاد مزان اتهام قرار نگیره، اما تحلیلت در مورد این اتفاق، این جریانی که از دیروز تا به امروز رخ داده، صحبت هایی که محشید همسر آقای ایبی انجام دادن، محسن چاوشی متقابلا یک جوابی رو داد مبنی بر اینکه به اعتقادات شخصی و مذهبی من توهین کردید، اون دوباره یک سری اتهاماتی پاسدار داعشی و از این صحبت ها رو پیش کشید، تحلیل بهروز صفاریان به عنوان یکی از جریانسازترین موزیسین های پاپ بعد از انقلاب رو در مورد این اتفاق کوتاه میشنم. من علاقه به فضای زرد این شکلی ندارم به فحاشی آدم ها بپردازم به هم دیگه.
برای همینم هم زیاد دنبال نکردم ببینم چه اتفاقی افتاده. فقط چند نفر به من دایرکت دادن و چیزایی گفتن که الان خیلی لازم نیست راجع بهش صحبت بشه. اما کلیتی که فعلا شنیدم و خبر دارم اینه که فقط نظری که میتونم بدم اینه که آدم ها فقط باید یک شخصیت داشته باشن، همون شکلی باشن و تغییر نکنن و سعی کنن حداقل رسالت و کاراکتر خودشون رو حفظ بکنن و در همون راهی که ادعا کردن باقی باشن. و یک نکته دیگه که دوم هست اینه که به هر حال احترام به بزرگتر، احترام به پیشکسوت حتما برای همه ما واجبه. حالا در هر شرایطی هم که اتفاق میفته ما لازم است که یه مقدار مخاطبامون و آدمهامون رو هدایت بکنیم به اینکه احترام به بزرگتر و پیشکسوت و یا هر چیز دیگر رو به هر حال انجام بدن. من از چیزایی که شنیدم که اتفاق افتاده بسیار متاسفم از اینکه دوتا هنرمند فرهیخته در وضعیتی قرار گرفتن که این چنین مردم دست به دست میکنن و دایرکت به دایرکت میکنن که نمیدونم، هر کسی یه تحلیلی داره. یه اتفاق قشنگی نیست. هنرمند وظیفش چیز دیگه است. با این جور چیزا اگر قرار است حاشیه سازی بشه، کار دیگه وجود داره که آدم بتونه باشه کارهای دیگه بکنه. هنر خودش بیشتر میتونه حرفای جذابی بزنه که تأثیر بذاره. نیاز به این جور چنگ انداختن به این فضاها نیست. من تحلیل کلی مینم. ما یک شنبه شب در مورد این موضوع یه لایو رو قرار بذاریم با چند تن از اطرافیان هر دو طرف قرار چه صحبت کنیم. اگر چه گوش کنی یا ببینی یا نظرت رو در اون مورد هم با من بگی ممنون میشم. بهروز صفاریان خیلی ممنون، مرسی که توی این لایو حضور پیدا کردی، هم صحبتی با تو بسیار بسیار خوب برای من. میخواید نظرهای آدم های مختلف رو داشته باشید اونجا، خواهش میکنم فقط به محتواش هم بپردازید، به اخلاقیات هم بپردازید. فقط این که اون چرا فوش دادین فلان کرده اینه، اینا رو ولش کن. خیلی جامعه تر قراره بهش بپردازیم دیگه، یعنی اصلا قرار نیست که یه ذره نگاه جامعه تری قراره باشه. حالا امیدوارم خوب در بیاد، چون به هر حال آدمایی که فقط تصور کنن، از همین الان میتونم تصور کنم و پیش بینی بکنم که شما کلا همه وزنه رو به سمت آقای چاوشی برمیگردونی و به منافع ایشون تمام میکنی، به دلیل اینکه شما منافع با ایشون داری. این که همیشه نه، من الان صفحه شخصی منو ببینید، 4 تا چیز پایینتر، 4 تا پست پایینتر یک پست بسیار جذاب برای با آقای ابی گذاشتیم، برای من بسیار قابل احترامن. اتفاقا آدمای تحلیلگری که قرار بیان خیلیاشون جزو فنهای آقای ابی هستن و حالا برخی اطرافیانشون که قرار صحبت کنن، حتما این نتیجه ای که میگی نخواهد بود و اصولا یک نگاه از بیرونی به موضوع قرار داشته باشیم که امیدوارم خروجی خوبی داشته باشه. منم مثل تو دعا میکنم که اتفاقی باشه که هر دو طرف رو بتونیم در نظر بگیریم. من بسیار بسیار خوشوقت و خوشبخت هستم از اینکه در این لایو در کنار استاد عزیز جناب دکتر ندایی خواهیم بود. از اینجا من با کمال عشق الان نشستم و این لایو رو تماشا خواهم کرد. خواهش میکنم صحبتهای آدم های ارزشمندی مثل جناب ندایی رو گوش کنیم که میتونه خیلی از اتفاقای قشنگی رو بندازه. ما نیاز داریم از حوزه های روانشناسی، جامعه شناسی و حوزه های دیگه در موسیقی، در هنر وارد بکنیم و حرفا رو بشنویم و گوش کنیم. از همینجا سلام میکنم و فعلا خداحافظی میکنم. پای لایف هستم. خداحافظ. مرسی بهروز، خیلی ازت ممنونم. شبت بخیر. قربان. خداحافظ.